سلام، من پژمان هستم از تیم گلوری. در خدمت شما با آموزش ساخت یه اپلیکیشن توی 15 دقیقه بدون یک کلمه کد نوشتی. خب برای ساخت یه اپلیکیشن ما اول باید لوگوشو تعیین کنیم. میام از بخش طراحی و صفحه بندی روی لوگو کلیک میکنیم، هم میتونیم از لوگوهای پیش فرض داخل اپلیکیشن سازمون استفاده کنیم، هم میتونیم از لوگوهای خودمون است. من اینجا یه سری لوگو رو از قبل آپلود کردم و میخوام بهتون نشون بدم. مثلا میام این لوگو رو داخلش قرار میدم، پس تصویر ورودی نرم افزار یا همون اسپلش اسکرین رو قرار میدم. اینا رو میتونم هم خودتون طراحی کنم، به واسه باشه طراحی بدید. بعد تصویر پس زمینتون، تصویر پس زمین ندارم، از آلبوم تصاویر پیش فرض استفاده میکنم که خودمون براتون قرار دادیم. مثلا من میان از این استفاده میکنم. خب میان بالا. حالا باید منو رو تنگ کنم. منو میدونید چیه؟ توی تلگرام یا اینستاگرام میبینید بالا یه دونه تار خطی از یا سه نقطه ای از میزنید، یه بخشی سمت راست باز میشه، مثل مثلا این بخش. ببینید، خب اول من باید یه ماژول اینجا اضافه کنم. تو ماژول اصلا نداره، منو هم نمیده. خب میبینید بالا سه تا خط اضافه شد. اینم پیشنمایش اپلیکیشن سازه. خب مثلا من اینو قرار میدم تو این حالت، میبینید تغییر کرد. بعد میتونم من از این خوشم بیاد و اینو انتخاب میکنم، منوی بالا. خب یه تصویر بالای منوی اپلیکیشنمون اضافه میکنیم. خب از فایل هایی که قبلا آپلود کردم روی کتابخانه رو کلیک میکنم، به همین راحتی اضافه شد. حالا میدونم اینجا پیشورز iOSش هم ببینم، پیشورز اندرویدش هم ببینم. خب از اینجا طراحیش رو انتخاب میکنیم. من مثلا این طراحی زرد رنگ رو دوست دارم. خب بعد میریم صفحات اپلیکیشن رو تعیین کنیم. خانه رو بهتون گفتم، این به اضافه رو میزنید، روی ماژول خانه کلیک میکنید، اضافه میشه. بعد خب تنظیمات خانه رو بهتون نشون بدم. توی 15 دقیقه میخوام یه اپلیکیشن براتون بسازم. من این تیدمان رو دوست دارم، این تیدمان رو انتخاب میکنم. میام پایین. یه دونه اسلایدر یا تصویر بالا برای اپلیکیشن هم انتخاب بکنم. خب میتونید رو باز خودتون یا طراحی کنید یا از یه جایی تصویری بردارید. خب اضافه کردم اینجا، میتونم براش لینک تعریف کنم. اینو زدیم. این قبلی سیوش میکنم. حالا من دیگه این متن رو نمینویسم، دیگه خودتون میتونید هر طور که دوست داشتید بنویسیدش. خب بعد میخوام محتوا اضافه کنم. سنان اپلیکیشن ها یه صفحه گواهین مقررات دارن، حریم خصوصی و امنیت دارن. درباره ما، تماس با ما، یه ماژول جستجو بهش اضافه میکنم که مخاطب میتونه اینجا جستجو کنه. در مورد جستجو هم میتونید
هم حالت آفلاین انتخاب کنید هم حالت آنلاین. افزون ها رو انتخاب کنید، حتی میتونه بره داخل سایتتون براتون سرچ کنه و همین راحتی. وقتی سایت رو به اپلیکیشن اضافه کردی میتونه بره سرچ کنه. حالت آفلاین انتخاب کنم که بعد از اینکه اگه تاریخ اپلیکیشن هم گذشت دیگه برامون کار کنه. بعد به اضافه رو میزنم، میام پایین. من میتونم تبلیغات با مگنت، سرویس تبلیغات مگنت یا تبلیغات با سرویس تبلیغات تفصیل هم اضافه کنم تا پایین اپلیکیشن برای من تبلیغات نمایش بده و بتونم از این طریق کسب درآمد کنم. میتونم شبکه های اجتماعی و به صورت یه افزون اینجا تعریف کنم با پرداخت دارم برنامه بازار دارم و کلی امکانات دیگه. خب من میخوام الان یه چیز دیگه فلفوری بهتون نشون بدم. میخوام براتون محتوا قرار بدم. محتوا به دو صورته، محتوای آنلاین میتونم قرار بدم، یعنی بدون اینکه نیاز باشه اپلیکیشن رو آپدیت کنم داخل برنامه محتوا قرار بدم، یا محتوای آفلاین. اگه نسخه رایگان از ما هدیه بگیرید که ما بهتون میخوایم، به همه افراد که لایک و کامنت میکنن و کانال سابسکرایب میکنن یه اکانت 15 روزه رایگان بهشون بدیم که بتونن برای خودشون اپلیکیشن محتوایی بسازن، من توصیه میکنم از بخش آفلاین استفاده کنن. همه ماژولایی که انتخاب میکنید باید ماژولای آفلاین باشه. اینجا میبینید آنلاین آفلاین. اگه این بس خاموش باشه سر رنگ باشه آفلاین. مثلا آموزش، مثال من در مورد تحصیلات پزشکی دارم تو آموزش MRI. خب ببینید اینا رو پاک میکنم، اینا متن ابتداییه. میتونم الان برم در مورد MRI، مثلا در مورد MRI میام، میتونم برم محتوا بیارم دیگه، حالا هر محتوایی که دوست داشته باشی. شما باید محتوا رو از قبل آماده کرده باشید دیگه. طبعا آموزش لایو هم این داستان ها رو داره دیگه، شما مجبوری خطاهایی که پیش بیاد و حالا اینگه سایت بکنم دانشگاهی چیزی بود ببینم. خب از این سایت رادیولوژی ها گذاره ببینم میتونم یه آموزش MRI پیدا کنیم. نه دیگه گهدی آموزش MRI شد. خب مثلا من این متن رو پیش‌فرض انتخاب میکنم، هر چی باشه کاری بهش ندارم. و بعد مثال مثلا آموزش MRIتون یه چیزی پیدا نکردم گذاشتم. خب میبینید الان سیو شد، آموزش اطلاعاتش رو وارد میکنم، میتونم بالاش دوباره بیام از اینجا یه عکسی آپلود کنم. به خاطر اینکه صورت اینترنت من کمه من مجبور شدم این رو از قبل مثلا این سربرگ این بخشه بونه. خواستی میتونی بذاری، نخواستی همینطور آموزش MRI خالی مینویسه براتون. یه سربرگ در مورد MRI میتونم مثلا بیام اینجا از بخش تصاویر یه تصویر انتخاب کنم، مثلا همین رو من دوباره تصویر بذاری تصویر MRI مثلا انتخاب میکنم. میبینید به همین راحتی. بعد اینو من ذخیره کردم. حالا میگی که آقا من مثلا میخوام 500 تا 10,000 تا مطلب میخوام توی اپلیکیشن اضافه کنم، واسه هر کدوم باید من یه ماژول افزوده بسازم؟ میگم نه، میای اینجا به اضافه یه افزوده ماژول جدید میزنی، ماژول لیست رو انتخاب میکنی. تو این لیست میتونی تو تا 10,000 تا افزوده داشته باشه، یعنی میذاری روی همه، هر کدوم یه دونه از اون ماژول مفهوم تصویری که برات نشون دادم محتوا میذاشتی عین همونه. میبینی مثلا من میام اینجا برات تست یک خلاصه متن، این یک خلاصه برای تست متن ماست. خب اینم متنمونه، بعد هم ماست تستی رو بزن. دوباره یه آیکون هم میتونی انتخاب کنی براش، من آیکون این رو انتخاب کردم، مثلا من یه چیزی که انتخاب کنم. خب ببینید الان من چیدمان رو مثلا روی میذارم، هر چیدمان خودت آمان هم به راحتی اضافه شد بدون تصویر. این هم یه تصویر ببینید. خب این الان میتونم دوباره من اضافه کردن آیتم جدید رو بزنم، دوباره یک چیز دیگه اضافه کنم. خب میگی که آقا من میخوام دسته‌بندی داشته باشم، یه آموزش تجهیزات تصویر برداری بازارم مثل MRI، یه جا آموزش تجهیزات
کاربردی بذارم میگم اوکی این آموزش تجهیزات تصویر برداری. خب سیو میزنم، بعد میام دوباره یه لیست دیگه میتونم اضافه کنم هر چند تا دوست داشته باشید. آموزش تجهیزات عمومی بیمارستانی. خب دوباره اینم اضافه کردم. میگه خب این صفحه اصلی من شلوغ میشه چیکار کنم؟ میگم آقا این اضافه رو بزن، بیا اینجا یه لیست تو در تو بنداز. خب اینجا لیست تو در تو، میام روی فهرست انتخاب میکنم، میگم آموزش تصویر برداری، آموزش تجهیزات عمومی اینجا نشون بده. بیام از ماژول خانه اضافه نمایششون میدم. میبینی صفحه اصلی من چه خوشگل شد. میام اینجا میذارم آقا دوست به دور رو نمیخوام، تماس کنم. اول یه دونه آموزش امارای نشون بده، بعد آموزش تجهیزات تصویر برداری رو نشون بده. خب نجورم هم که میتونم اینجا الان بیام چیدمانم روی دوتایی بذارم به همین راحتی. این چیدمان اپلیکیشن دکه هستش، میتونی چیدمانی مثل چیدمان اپلیکیشن آف انتخاب کنی، همین دایره دایره هست تا صفحه اصلی، این همین آفه. میتونی مثلا سربرگ کشو حذف کنی اینطوری بشه، بعد پس نمینش یه خود محف کنی، بعد میتونی بیای از اینجا مثلا آموزش امارای لوگو رو براش انتخاب، آیکون البته لوگو هم بیست، یا آیکون براش انتخاب کنی. مثلا من اینو انتخاب کردم برای آموزش تصویر برداری. اینا من همه پیش‌فرض میزنم، من قصدم نیست یه اپلیکیشن آموزش تجهیزات تصویر برداری یا یه همچین چیزایی بسازم. این یکی از اپلیکیشن های مطمئن ماست که خیلی قدیمیه، من بعد از آیکوناش دارم استفاده میکنم. خب ذخیره رو زدم، خانه رو میزنم. خب میام اینجا، میام روی صفحه اصلیم. چرا اذیت میکنیم؟ خانه این چهار خطم بزنید روش دابل کلیک کنید براتون میاد صفحه خانه. خب به همین راحتی میام اینجا، من اپلیکیشن دکه رو دوست دارم، چیدمان روبیکا رو داریم، چیدمان اپلیکیشن ها فیلم و سریال رو داریم، چیدمان اپلیکیشن ها بدنسازی، لباس، اسود کلون، غذا، کیک و شیرینی، خیلی چیدمان های دیگه که شما دوست دارید. میبینید چه خوشگل شد. حالا من اینو میگم که همینطوری فوری فوری دارم دوری گوزدگه. حالا دکمه دانلود اپلیکیشن رو من میزنم، اسم اپلیکیشن میذارم ir.mri.teach مثلا education mri.mth مثلا مثال مهران، این یه کمی سهر بوده، میذارم نسخه 101 اولین نسخه منو دارم دانلود میکنم برای کافه بازار، مایکت، گلبره، برای انتشار عمومی توی تلگرام، لینک دانلود و غیره. من میذارم بشه کافه بازار، سافت اپلیکیشن رو میزنم، در عرض یک دقیقه، یکی دو دقیقه دیگه بسته به میزان محتوای شما داره اپلیکیشن رو برای من میسازه و من کارم کنم. اینجا میتونید تنظیماتش رو تعیین کنید که مثلا میگم خانه‌ای باشه، یعنی مخاطب بتونه فونت‌ها رو بزرگ و کوچیک رو، خود مخاطب میتونه فونت اپلیکیشنتون رو تغییر بده. توی تلگرام نداریم، توی اینستاگرام نداریم، به همین راحتی میتونید اجازه اشتراک گذاری بدید که محتوای داخلتون استفاده کنن، یعنی من اشتراک گذاری می‌بندم. میگید اگه برنامه‌نویسی بلد باشید میتونید از کدهای جاوا اسکریپت سی اس اس استفاده کنید. من ذخیره رو می‌زنم، تمام اپلیکیشن من آماده است و از اینجا میتونید دکمه تست رو بزنید، گرین لینک کلیک کنید، یه صفحه براتون میاره، میتونید مثلا اینو تست کنید، یه نسخه موبایل بفرستید برای تستتون. میبینید این نسخه موبایل به همین راحت امارای، این موبایل امارای مونه، این سرچمونه، نمیسیم مثلا میگم آموزش امارای برامون آورد، به همین راحت برامون آورد. امیدوارم موفق و پرسود باشید. در ضمن یادتون نره برای اونایی که لایک میکنن، کامنت میذارن و سابسکرایب میکنن، ما یه اپلیکیشن تست 15 روزه بهشون هدیه میدیم. یه اسکرین شات از سابسکرایب و کامنتت برای ما پی وی
بلوری آندرلان ادمین توی تلگرام بفرست، ما در عرض کمتر از 24 ساعت یه اکانت هدیه 14 روزه بهت میدیم. امیدوارم.